هستش. ناباروری وقتی اطلاق میشه که یک زوجین یک سال اقدام به بارداری بکنن بدون جلوگیری و باروری اتفاق نیفته. معمولا خیلی از مراجع کننده ها به ما میان میگن که من 3 ماه اقدام کردم بچه دار نشدم، 6 ماه اقدام کردم بچه دار نشدم. به این زوج نابارور اطلاق نمیشه. زوجی که حداقل یک سال جلوگیری منظم بدون جلوگیری نزدیکی داشته باشن به طور منظم و باروری اتفاق نیفته، ما میگیم زوج نابارور. و زودتر از اون اقدام نمی کنیم برای تشخیص و درمان. بله، ما سالهای قبل وقتی بررسی می کردیم موضوع ناباروری رو، یک میانگینی از میزان شیوعش در ایران نسبت به دنیا بررسی می کردیم و بعد می دیدیم که خب خانمایی که در ایران نابارور هستن شاید تعدادشون به اندازه خانمایی که در سطح دنیا این اتفاق برشون می افته. ولی متاسفانه داریم می بینیم خانم دکتر این روند اصلا یک سری سعودی پیدا کرده در کشور ما. چرا انقدر شایع شده؟ علتش چیه؟ بله، متاسفانه شیوع ناباروری تو کل دنیا 10 تا 15% هستش، ولی تو ایران یه آماری که جدیدن گرفته به 20% هم میرسه، که بیشتر به خاطر اینکه سن ازدواج بالاتر رفته، سن فرزنددار شدن بالاتر رفته و یه سری شرایط اجتماعی و اقتصادی به این موضوع دامن زده. خانم‌ها تصمیم به ادامه تحصیل دارن، تصمیم دارن بچه دار شدن رو به تعویق بندازن. وقتی به سن 35 یا 40 سالگی میرسن اقدام میخوان بکنن به بچه دار شدن و از نظر فیزیولوژیک هم این سن خیلی سن بالایی هستش برای بچه دار شدن و مسلماً به مشکل خواهند خورد و ما دچار مشکلات ناباروری، دیرباروری و مشکلات شبیه این خواهیم شد. اصلا من فکر کنم که در مورد فرزنددار شدن، حالا چه در مورد خود ماهیت بچه‌ها که باید به دنیا بیان، چه در مورد روش‌های زایمان، ما یک سری فرهنگ سازی باید بکنیم. واقعا هم همینطوره. چون هم سن بچه دار شدن بالا رفته، سن ازدواج بالا رفته. اوج باروری یه خانم 24 ساله. بله. در حالی که تو این سن همه دخترای جوونمون در حال ادامه تحصیل هستن، اصلا ممکنه به ازدواج فکر نکنن. اگر ازدواج کرده باشن به بچه دار شدن فکر نکنن. و اینو هی به تعویق میندازن و به دنبال اون باعث ایجاد مشکل در باروری و ایجاد ناباروری میشه. بله، اونا که خب یک زیرساختای خیلی اساسی میخواد که دیگه باید بله. یک کار همه جانبه انجام بشه. ولی خب خانم دکتر بگید برای مردم که اصلا علت ناباروری چی میتونه باشه، حالا علاوه بر سن که شما به اون اشاره کردید. ناباروری علل متنوعی میتونه داشته باشه. تو تقسیم بندیایی که ما داریم ناباروری میتونه علل زنانه داشته باشه، علل مردانه داشته باشه و یه سری هم علل نامشخص و ناشناخته هستش. در مورد درصد اینها که به چه صورت هستش، 50% علت ناباروری زنانه میتونه باشه، 35 تا 40 درصد ناباروری مردانه و بقیه با علت نامشخص هستش. و وقتی که ما به یه زوج نابارور میگیم، یعنی باید هر دو زوج مورد بررسی قرار بگیرن و تمام علل رو ما رد بکنیم تا به تشخیص برسیم و به دنبال اون بتونیم درمان مناسب رو براشون انجام بدیم. خیلی وقتا اون قدیم تر، حالا خانواده حتما یادشون هست که وقتی یک زوجی بعد از چند سال بچه دار نمی شدن، همه نشانه به سمت خانومه بود که خانومه حتما مسئله و مشکلی داره. ولی امروزه دیگه خوشبختانه این اتفاق کلن بله زوج بله. باید حتما مراجعه بکنن. حالا ما با اون منشأ مردانش کاری نداریم امروز. اگر اجازه بدید بریم سراغ اون علتهایی که منشأ زنانه داره. چیا میتونه باشه خانم؟ کلا 50% علت ناباروری با علت زنانه هستش. مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره، اختلالات تخمک گذاری هستش. تخمک گذاری به درستی انجام نمیشه که این هم جز شایع ترین علل ناباروری هستش. و خوشبختانه اگه خانمی دچار ناباروری با این علت بشه، بهترین جواب رو به درمان میده و حتی ممکنه با درمانهای خوراکی یا تزریقی بتونه تخمک گذاری براش اتفاق بیفته و بارور بشه. به جز مشکلات اختلال تخمک گذاری، ممکنه که به علت سن خانم دچار کاهش ذخایر تخمک بشه. ذخایر فولیکولی تخمک بعد از 35 سال به سرعت کاهش پیدا میکنه، بالای 38 سال با سیر صعودی خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه و بعد از 42 سال احتمال باروری در خانم خیلی کم میشه. اینی که ما رو سن خیلی تاکید میکنیم به همین علت هستش، به خاطر اینکه ذخایر تخمک با افزایش سن به صورت سرعت خیلی زیاد کاهش پیدا میکنه و اقدام ما باید زودتر باشه.
به جز این یه علت دیگه هم که مطرح هستش در مورد لوله های رحمی هستش. لوله های رحمی از تختان که تخمک آزاد میشه، عمل جابجایی این تخمک و لقاح و به دنبال اون لانه گزینه رو به عهده دارن. اگر که اشکال در لوله های رحمی تو این مسیر باشه، ما دچار ناباروری میشیم. اشکال لوله های رحمی یا لوله های فالوپ هم یکی از اشکالات شایعی تو این زمینه هستش. چیز دیگه که تو باروری مهم هستش، محیط رحم هستش، محیطی که برای لانه گزینی و رشد جنین لازم هستش. بعضی موقع ما دچار اختلالاتی در رحم میشیم. فیبروم های رحمی میتونن باعث این باشن، بعضی موقع اختلالات شکل رحم میتونن باعثش بشن. رحم تک شاخ، رحم دو شاخ، آنومالی های رحمی تو این زمینه خیلی مطرح هستن و محیط رحم ممکنه نامناسب باشه. که ما همه این موارد رو برای خانم در نظر میگیریم و بر اساس شرح حال اولیه‌ای که از خانم میگیریم و بر اساس معایناتی که انجام میدیم شک میکنیم که یک کدوم از این علل ها وجود داشته باشه و بر اساس شک تشخیصمون روش تشخیصی قطعی رو به کار میبریم و در نهایت درمان رو هم بر اون اساس انجام میدیم. بسیار هم ممنونم. حالا گفتن خانم دکتر که 50% علت ناباروری مربوط به خانم ها میشه، ولی همین 50% شاید خیلی دلایل در موردش وجود داشته باشه که ما به بخشش تونستیم توی این فرصت بپردازیم. ان شاء الله مفصل تا خانم دکتر توی برنامه دیگه راجبش صحبت بکنیم.